پس از مساوی در برابر نیجریه و گرفتن یک امتیاز از اون بازی و دیدن بازی‌های ضعیف اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی و پرتغال مدعی قهرمانی و همچنین تجربه بازی نچندان خوب آرژانتین در برابر بوسنی، تیم ملی فوتبال ایران امشب با روحیه بهتری به دیدار آرژانتین میره. تا اینجای کار جنبه‌های مثبت قضیه بوده و عواملی که به تیم ایران روحیه میده، اما بررسی سابقه تیم‌ها و بازیکنان حاضر در اینجا هم نشون میده که ایران یکی از کم تجربه ترین هاست و گرفتن امتیاز از آرژانتین کار آسونی براش نخواهد. شما چه انتظاری از بازی امشب دارید؟ چه نتیجه‌ای دوست دارید داشته باشه؟ چه نتیجه‌ای شما رو راضی می‌کنه؟ دوست دارید یک بازی خوب و پرگل ببینید یا فقط گرفتن امتیاز توسط ایران براتون کافیه؟ اگر بازی قبلی ایران رو دیدید، فکر می‌کنید همون ترکیب برای بازی با آرژانتین هم مناسبه یا منتظر تغییراتی در ترکیب تیم ایران هستید؟ من ستار سعیدی هستم، اینجا نوبت شماست و این همراهای تماس. ایمیل بزنید، با وبکم در برنامه شرکت کنید یا تلفن و اس ام اس. این هم شماره‌ها یادداشت کنید: 2044-207-765-2077 2044-207-765-2078. به این شماره‌ها زنگ بزنید و شماره بدید، همکاران من در طول برنامه با شما تماس بگیرن. نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به این شماره‌ها اس ام اس کنید: 2044-77-86-2011-27 و 2044-77-86-2548. نشانی ایمیل برنامه هم برای دریافت نظرات و شماره تلفن‌های شما اینه: shoma@bbc.co.uk. بحث و کلکل و پیشبینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر هم که داغ داغه و دست سنم دولت شاهی از اینطور مطالب پر. درسته، همونطوری که ستار گفت شبکه‌های اجتماعی پر از بیمامیده. بعضیا مثل من میگن آرژانتین رو می‌بریم، بعضیا میگن می‌بازیم فقط کاش کم گل بخوریم، بعضیا میگن نتیجه مهم نیست، مهم اینه که خوب بازی کنیم. شما نظرتون چیه؟ در طول برنامه نظراتتون رو خواهم خوند و نگاهی هم خواهم داشت به حال و هوای شبکه‌های اجتماعی در این باره. اگر هم عکسی دارید از جایی که الان هستین و دارید برای دیدن بازی آماده می‌شین، می‌تونین عکستون رو برای ما ایمیل کنین یا توییت کنین، مثل این کاربر مسعود که برای ما یه عکس فرستاده به توییتر نوبت شما و میگه دارم آماده میشم برای دیدن بازی، تخمه و پرچم ایران و رنگ. و البته اگر که به توییتر بی بی سی فارسی ورزشی بفرستید بهتره، امروز داریم بازی رو اونجا توییت میکنیم @bbcpersianSport. اما قبل از هر چیز دیگه بریم پیش ستار. خب نبض ایرانی های فوتبال دوست امشب در برزیل میتپه، پس همین اول برنامه بریم به محل مسابقات، جایی که همکارمون کاوه مشکات اونجا منتظر ماست. با کاوه صحبت کنیم. کاوه، از حال و هوای اونجا بگو. فکر میکنم خیلی ایرانی ها اونجا جمع شدن، نه؟ متاسفانه نه، همینجور که میبینی پشت سر من تعداد آرژانتینی ها چند برابر ایرانی هاست. از ساعتهای اولیه صبح آرژانتینی ها تمام اطراف استادیوم اومده بودن و منتظر بودن که تا درهای استادیوم باز شه. من با آرژانتینی ها که صحبت میکردم، اونا اطمینان دارن که تیمشون با گل‌های بالا 2-3-0 امروز برنده این بازی میشه، ولی از اون طرف با ایرانی‌های تعداد ایرانی‌های کمی که تونستم پیدا بکنم و الان دارن به تعدادشون اضافه میشه صحبت می‌کردم، اونا امیدوارن حداقل یا یک مساوی یا با یک نتیجه 1-0 آرژانتین رو ببرن. ناگفته نمونه که برزیلیایی هم هستن، تعداد برزیلیایی که تیم ملی ایران رو در این بازی حمایت میکنن به خاطر در واقع اون کلکل دیرینه‌ای که بین برزیل و آرژانتین در فوتبال هست. بسیار خب، ممنون از کاوه مشکات در برزیل. من همون اول برنامه خوردم یه جورایی به دیوار، فکر میکردم که مثل مسابقه قبلی که تعداد ایرانی‌ها در ورزشگاه زیاد بود، این بار هم تعداد زیادی ایرانی در ورزشگاه تیم رو تشویق خواهد کرد. حالا مسابقه شروع بشه ببینیم اونجا اوضاع احوال چطوره. یک مهمان هم امروز در برنامه داریم، عباس رضوی، از مربیان پیشین تیم ملی ایران، که آقای رضوی در یک قسمت دیگه از استودیوی بی بی سی فارسی با ما هستند. آقای عباس رضوی، به برنامه نوبت شما ورزشی خوش آمدید. متشکرم. بسیار خوب، آقای عباس رضوی رو در طول برنامه خواهیم داشت. بریم دو تا تلفن داشته باشیم: نوشین در سیدنی استرالیا و سعید در اهواز روی خط دو. بسیار خوب، نوشین کجا هستی و قرار امشب مسابقه رو از کجا دنبال کنی؟ سلام، ما سیدنی هستیم. همه ایرانی ها تقریبا اومدن کازینو، ولی خب به علت اینکه محدودیت سنی وجود داره بعضی ها مجبورن من جاهای دیگه دنبال کنن. تعداد ایرانی خیلی زیاده اینجا، آرژانتینی ها تقریبا کمتر با نشونهای پرچم که رو صورتمون کشیدیم کاملا مرتقب هستیم.
خب پیش بینی می‌کنی امشب بازی ایران و آرژانتین چند چند بشه نوشین؟ والا امید داریم که کنیم به خاطر بازی قبلی که تیمای مختلف داشتن، ولی خب یه خوردم ترس و دلهوره داریم دیگه، دست و پامون داره میلرزه. ترس و دلهوره از چی؟ از چه نتیجه‌ای؟ فکر کنم 4-2، من خودم اینطوری فکر میکنم به نفع آرژانتین، ولی خب امیدوارم که اینطور. بسیار خوب. سعید در اهواز، شما از کجا بازی رو تماشا میکنی و فکر میکنی نتیجه چه خواهد شد؟ سلام، خسته نباشید. من از خونه دارم میخوام بازی رو نگاه کنم. نوشی خانم، حالا من بهتون بگم ما امروز آرژانتین رو میپوکنیم. خب یادتون باشه که به امید خدا را بله بازی مشخص میشه که ایران چه لیاقتی داره و بچه هامون چقدر لیاقت دارن برای برد این پیروزی. بعد آقای سعید، من هم میخواستم با شما یه حرفی بزنم خصوصی. میشه خصوصی رو که نه، در مورد فوتبال داریم صحبت میکنیم. حالا اگه در مورد فوتبال هست خب در غیر صورت که حالا شاید بعداً یه جوری بزنیم با شما تماس بگیریم. با نوشین در سیدنی فکر کنم. خب آقای و برم با آقای رضوی. آقای رضوی، بازی قبلی بسیار دفاعی بود در مقابل نیجریه و طبیعتاً آرژانتین هم حریف قوی تری هست. اگه قرار باشه باز هم کیروش 8-9 نفر از بازیکنان رو سرگرم دفاع بکنه، آیا میشه انتظار داشت که اینا حمله جدی روی دروازه نیجریه داشته باشن که بعضی از بیننده‌های ما انتظار دارن حتی ایران گل هم بزنه؟ ببینید، ما با یه سرمایه‌ای که میدونیم چی هستش به این میدون اومدیم. ما از یکی از تیم‌های برتر تیم آسیا هستیم و یه تفاوتی هست بین فوتبال حرفه‌ای و خوب دنیا و فوتبال آسیا. ما با این بینش باید انتظار داشته باشیم، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ما در بازی که در پیش داریم، یعنی بازی امروز، میتونه روحیه مضاعف یا شرایط روانی تاثیرگذار باشه و میتونه خیلی از معیارها و چیزها رو به هم بزنه و به همین خاطر من فکر میکنم که ما در درجه اول باید شرایط روحی تیم رو نگاه کنیم و بعد به مسائل فنیش بپردازیم. بسیار خوب. همکاران ما در برزیل روز گذشته پیش بینی چند نفر از طرفداران دو تیم ایران و آرژانتین رو پرسیدن که با هم می‌بینیم. محمد حسینم از تهران اومدم. نتیجه بازی هم انشالله 1-1 میشه. امیر هستم از بوشهر. ایشالا نزدیک بازی فردا هم با امید خدا یکیش میزنیم. من سرخیو هستم از آرژانتین اومدم. پیش بینی من برای این بازی 4-1 به نفع آرژانتینه. روبرتو تامی. من روبرتو هستم. 3-0 میزنی. 3-0. اسم من کریستیانه. تو این بازی آرژانتین 3-0. خب پیش بینی چند تن از هواداران تیم های ایران و آرژانتین بود از بازی امشب. بریم ببینیم که بیننده ها چه فکر میکنن. نوشین در سیدنی با شماری از ایرانی ها اونجا جمع شده بود، میخواستن فوتبال رو در کازینو ببینن. علیرضا در لندن هم بپرسیم ازش که امشب بازی رو کجا میخواد ببینه. علیرضا سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاوردکاران این برنامه. خدمتتون عرض بکنم که و سلام عرض بکنم خدمت آقای عباس رضوی. خدمتتون عرض بکنم که با کیفیتی که در این جام جهانی به وجود اومده، هیچ کارشناسی نمیتونه که
قطعاً دیگه که بین دو تیم چه اتفاقی میفته و نتیجه چی خواهد شد. ببینید من فقط یه چیزی میخوام بگم خدمت همه اون که بینندگان عزیز و کسانی که زنگ میزنن، بازی هلند و اسپانیا رو که اگه شما نگاه کرده باشین همه میگن آبروی اسپانیا رفت، اصلا همچین چیزی نیست. متا هلند از تمام موقعیتایی که واسش برای گل زدن پیش اومده بود استفاده کرد و همه موقعیتاشو گل زد. ما از ایران نباید توقع داشته باشیم که الان با آرژانتین حتی مساوی بکنه، چون لحاظ منطقی و علمی به دوره، ولی هیچ چیزی نمیشه پیش بینی کرد. بچه‌ها باید روحیه داشته باشن و بازی آرژانتین و بوسنی نشون داد که دفاع آرژانتین نفوذپذیر و میشه بهش نفوذ کرد. و من فکر میکنم که از نظر شخصی خودم میگم فکر میکنم که بچه‌ها امشب بتونن حداقل مساوی رو بگیرن و مساوی برای ایران مثل برد میمونه براش. و اصلا این نیستش که و یه بازی خوب به نمایش بذارن، به خاطر اینکه ایران چیزی برای از دست دادن نداره و همین که با نیجریه مساوی کرده خودش کلیه. شما کاستاریکا رو دیدین با ایتالیا؟ کی فکر میکرد که کاستاریکا ایتالیا رو ببره؟ ولی این اتفاق افتاد و امیدوارم که بچه‌ها خوب بازی کنن با روحیه خوب و همه هم نشینن بگن آقا بیرون گود بشینن بگن آقا لنگش کن، چون این بازی‌های جام جهانی یه جایگاهیه که تیمای بزرگم به چالش کشیده و همونطوری که ما داریم می‌بینیم. پس ما توقع آنچنانی از بچه‌ها نباید داشته باشیم، ولی باید امیدوار باشیم که اتفاقاتی بیفته و ایران بتونه نتیجه خوب بگیره. و من امیدوارم، من خودم فکر می‌کنم احتمال زیاد مساوی میشن و امکان داره که حتی بچه‌ها یه گل بزنن که شاید دور از خیلی از نظریات کارشناسای دیگه و خیلی ها باشه، ولی خواهیم دید که امشب امروز بعد از چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای رضوی، در ظرف این یک هفته که گذشته خیلی ها بازی های تیم های مطرح اروپایی رو مقایسه میکنن، میگن که وقتی با اون وضعیت مثلا اسپانیا حذف شد یا ای که پرتغال 4 تا گل از آلمان خورد و بازی که علیرضا اشاره کرد بازی نچندان خوب آرژانتین در مقابل بوسنی، آیا میشه بر این اساس حساب کرد و انتظار داشت که ایران امشب با توجه به بازی های قبلی تیم های اروپایی نتیجه قابل توجه داشته باشه، حتی گل بزنه به آرژانتین یا اونطوری که بعضی‌ها انتظار دارن ببره؟ این پیچیدگی فوتبال و قشنگی فوتباله که اینقدر مردم رو به دنبال خودش می‌کشه و نتیجه چیز وقت قابل پیش‌بینی نیست. با وجود اینکه برتری‌ها رو آدم می‌تونه حساب بکنه، ولی گاهی موقع برتری‌ها تحت تأثیر شرایطی تغییر می‌کنه. ما دیدیم که توی برزیل تیم‌های بزرگ قربانی شدن، بزرگ‌های اروپا، بزرگ‌های دنیا همه رفتن و جدول خارج شدن و این نشون دهنده هستش که همه چی ممکن اتفاق بیفته و این میتونه برای ایران هم تو بازی با ایران هم این شامل بازی ایران هم بشه. به همین خاطر من میگم که روحیه و شرایط روانی تیم بسیار مهمه و بچه‌هام نشون دادن که با روحیه خوبی دارن توی این زمین میرن. من فکر میکنم اگر 10-15 دقیقه اول بتونن یه جوری اون استرس خودشون رو به اون مرحله مثل بازی چیز بدونن که آرژانتین، مسی و هر شرایط دیگه قابل دفاع هستش، میتونن باش بازی کنن و میتونن ادامه خوبی داشته باشه در طول بازیشون. بسیار خوب، اگر با تلفن نمیتونید در این بحث شرکت کنید، برید به صفحه فیسبوک بی بی سی فارسی برنامه نوبت شما و همچنین توییت کنید، یا تون را اگه میخواید توییت کنید و ما هم بدونیم توییتاتون در مورد چی هست، بی بی سی ورلد کاپ رو حتما هشتگ بزنید. پیام هایی که میفرستید و توییت هایی که میکنید دست سلام میرسه، ببینیم چه پیام هایی دریافت کردید. خب تو توییتر قوقا، خیلی ها دارن با هشتگ IRN برای ایران یا ARG برای آرژانتین توییت میکنن. ایرانی ها یک عالمه دارن توییت میکنن که خوشحالن، امیدوار که ایران میبره، بعضیا ناامیدن و یه بحثی هم بین امیدوارا و ناامیدا در گرفته. اونایی که امیدوارن دارن به ناامیدا میگن چرا ناامیدین، اعتقاد داشته باشیم به تیم، و اونا میگن خلاصه خیلی بحث جالبی در گرفته. بعضی از توییت ها رو ببینین، این پوستریه که اکانت توییتر تیم ملی 2014 که طرفدارای تیم ملی درست کرده از بعضی از بازیکن ها. این رو یه بازیکنی که طرفدار مسی ایرانیه میگه من مسی رو دوست دارم ولی زنده باد ایران. و یه نفر دیگه افته به نظرم ایران باید سعی کنه از آرژانتین حداقل یه 0-0 بگیره ولی جلوی بوسنی هرزگوین هجومی بازی کنه. حالا بیشتر این نظراتی که تو توییتر هست و میخونم. یه هشتگی درست شده، کاش ببریم. بیشتر فکر کنم از اینایی که خیلی امید ندارن، توییتاش بامزه است. بعضیا میگن که خلاصه همینجوری هی هشتگ میزنن و از امیدهاشون میگن و اینا. یه هشتگ یه بحث بامزه هم شده، بعضیا میگن بازی امروز باید کویتی پور
مداح ایرانی در ایران گزارش بده، به خاطر اینکه اینا ناامیدا هستن احتمالا، فهم کنن یعنی بعد نوه خونی کرد و ما نمیتونیم ببریم. اما از اینا که بگذریم، یه سری هم عکسای مختلف ایرانیایی توی برزیل دارن الان از توییت میکنن یا اکانت‌های مختلف توییت، اگه شما هم عکسی دارید میتونید برای ما بفرستید توی برنامه نشون بدم. اما از بازیکنای تیم ملی، رضا قوچان نژاد خیلی روحیه بالایی داره، داره مدام توییت میکنه، یه عکسی هم گذاشته اینجا. و اما تیم رضا قوچان نژاد، باشگاهش چارلتون، خیلی ازش حمایت کرده این مدت. در فیسبوکش این تیم چارلتون دوباره یه پستی گذاشته، آرزوی موفقیت کرده برای رضا قوچان نژاد و یک عکسی هم که گذاشته، عکس رضا قوچان نژاد و مسیه، ولی گفته که فقط یه بازیکن بوده که اون سه شنبه شب گل زد تو لیدز، اون دی رضا، فقط رضا. اما در فیسبوک لیونل مسی هم اگه نگاه بکنید، یک پستی فیسبوک لیونل مسی الان دو ساعت پیش گذاشته، گفته بازی بزرگی رو پیش رو داریم با ایران و پست‌های مختلف گذاشته، که البته ایرانی ها هم این صفحه رو در امون نذاشتن و پست‌های زیادی گذاشتن اون زیر، کامنت هایی رو گذاشتن که امیدواریم ختم به خیر بشه. حالا نظراتتون رو در طول برنامه باز خواهم خون، بریم پیش ستار و تلفن های شما. بسیار خوب، از با علیرضا در لندن خداحافظی بکنیم و سعید در اهواز، دو تلفن دیگه، مهران در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و همچنین مسعود در اصفهان هست. مهران، اونطوری که سنم گفت، مسی از بازی بزرگ نام میبره، این بازی بزرگ امشب به نظر تو چه نتیجه برای ایران خواهد داشت؟ من سلام میکنم به شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. یه چیزی بهتون بگم، من موافق بودم اون در لندن عزیزا رو گفتم و همچنین جام رضوی که خیلی عالی فرمودن. ببینید، بحث اینه که اصلا این نیست که ما حتما بگیم بازی بزرگ و فلان و بیتار. من خواست اینجا یک پنز اومده بودن، یک کاریکاتوری این کشیده بودن که آقا در صورتی که عرضه میتونیم به شکل اعتماد و اینا که بین مردم پخش شده بود، یا در صورت ایران میتونیم آرژانتین رو ببره که زمین ترازی باشه به طرف میدان دروازه در حد آرژانتین. این هایی که هست، ببینید این فوتبال نه با باختنش آبروی میره نه چیز دیگه. بحث ما اینه که متاسفانه جذب فوتبال ما طوری هستش که برای ما فوتبال در حد درست تو این روز بزرگ که ما این بازی مهم رو داریم، من نمیخوام از فوتبال خارج بشم، ولی ببینید وقتی والیبال ما اینقدر میتونه افتخار بیاره برای ما، پول های بی خود داره هدر میره، یک مافیایی هست تو فوتبال ایران که همه میدونن، با این حال بعد از اینکه امروز این نتیجه رو نگرفتیم باز دوباره داستان ها شروع میشه، مجلات شروع میکنن، در قدر روزنامه ها و مجلات زرد شروع میکنن که آقا ال شد بل شد. مثلا همین الان صحبتش بود که حتی خود جناب علی فرمودید که به نظرتون ایران دفاعی میخواد بازی کنه مثل ده نفر یازده، این دیگه مربوط میشه به آقای کیروش، ایشون یک مربی تمام. بسیار خب، با همه این تفاصیل شما پیش بینی می‌کنی؟ خب به نظرم بازی بزرگ نیست، بازی بزرگ نیست و انتظار داری که ایران امشب شق القمر نکنه. فکر می‌کنی چه نتیجه حاصل میشه امشب؟ من فکر کنم 3-0 یا 2-0 ما ببازیم و باز هم که بچه‌ها بتونن توی جام جهانی بچه ما رو در حد نگه دارن و آبرو بازی کنن و فیر پلی رو رعایت کنن. شما تا کنید جام جهانی 2006 یک تکل بسیار بدی رفتیم رو پای این آقای فیگو که واقعا من فکر میکنم که شانس آوردیم که اون لحظه اخراج نشد. من فکر کنم با دوستی و فلان این کامنت هایی که قبل از بازی برای مسی داده بودن و اینا، خیلی ما باید به چه اجتماعی رو دعایت کنیم، همونطور که توی والیبال پیدا کردیم و جا داره که همینجا در روی همین روز به مردم عزیزمون در کشور و خارج از کشور به تمام دوستان یادآوری کنیم که قدر تمام جوانهای ما رو بدونید. همین که رفتن جام جهانی خودش خیلیه، حالا هر نتیجه پیش بیاد با شرف و با عزت از نام ایرانی دفاع کنن، انشالله که موفق هم باشن. مسعود در اصفهان، شما هم همین که تیم ایران رفته جام جهانی راضی هستی یا که انتظار داری امشب چه نتیجه بگیری در مقابل آرژانتین؟ درود بر شما، خدمتتون هستم که من انتظار زیادی از تیم ملی ندارم و از دوستان تقاضا میکنم که احساسی صحبت نکنم و واقعیت های فوتبال رو در نظر داشته باشن. کلاس فوتبال آرژانتین خیلی بالاتر از ماست و من البته از نحوه بازی تیم ملی هم راضی نیستم. من دلم میخواد
امشب که فوتباله و قراره به بازی میاد فوتبال قشنگ می‌کنیم که متأسفانه تو بازی اول هم همچین چیزی نهید. خب میگی قراره که به بازی فکر میکنی با چه نتیجه این باخت به نظر تو رقم خواهد خورد؟ چند مثلا؟ من فکر میکنم 3-0 یا 4-0 به بازی و اون داستان فیسبوک لیو مسی هم فکر میکنم امشب خیلی تاثیرگذاره و اون یه مصاحبه‌ای که تماسیش که گفتش من حرفامو توی زمین میزنم و نمیاد کار رسانه‌ای کنه یا جذب بده و من فکر میکنم امشب انتقامش تو زمین میگیره حتما ازم. حالا درسته قرار شد یه سری هدیه بهش بدن، تابلو فرش بدن، از دلش در بیارن، ولی خب اون یه فوتبالیست حرفه‌ایه، کلاس فوتبال یه جور دیگه است. من فقط دارم خوشگل بازی کنیم و این متاسفانه فعلا تو توان تیم ملیمون نیست، یعنی ما بازی قشنگی نمی‌بینیم از تیم ملیم. امیدوارم بازی خوب بشه و واقعیت فوتبال هم قبول کنیم. بسیار خوب آقای رضوی، واقعیت‌های فوتبال ایران نزدش صحبت شد در سطح جام جهانی، با توجه به بقیه تیم‌هایی که حضور دارن در جام جهانی، واقعیت فوتبال ایران چیه؟ از این روندی که تا حالا طی شده راضی هستید؟ فکر می‌کنید که ایران در اون حد و قواره‌ای که ازش انتظار می‌رفت ظاهر شده یا امشب ظاهر میشه یا نه؟ خب من فکر می‌کنم در این مقطعی که الان تیم ایران با آرژانتین بازی داره، این خودش یه افتخاری هستش که ایران در این میدان بزرگ شرکت کرده و با حریفی مثل آرژانتین داره بازی می‌کنه و برد و باختش هم البته میتونه تأثیر داشته باشه، ولی من فکر میکنم همین که اومده توی این میدون بزرگ خودش یک ارزشه. اما در مورد مسی و کسایی که مثلا به عنوان مهره از تیم آرژانتین هر دقیقه روی چیزها رو ازش صحبت میشه، من فکر میکنم که زیاد نباید حساسش کرد این مسئله رو. ببینید همین مسی در مسابقات جام باشگاه‌های اروپا در تیم بارسلونا بازی کرده، همین نکونام کاپیتان تیم در تیم اسپانیولی مقابل اون بازی کرده، اونو میشناسه، بنابراین ما شناخت کاملی بر نسبت به مسی و حرکت آرژانتین داریم. حالا ظرفیتمون چقدر هست تا چقدر میتونیم، یه مقدارش بستگی به شهامت و گذشتگی و تلاش بچه ها داره، و یعنی من فکر نمی کنم که غیر ممکن باشه که ما در مقابل تیم بزرگ آرژانتین بتونیم بیستیم، و این یه شانسی هستش که به هر حال اسم ایران و فوتبال ایران و موجودیت ایران رو توی میدون نشون بدیم. البته نقطه های برتر تیم آرژانتین قابل بحثه از نظر فنی، اگر موردی شد در مورد اونم صحبت میکنیم، چون قطعا کیروش هم به عنوان یه مربی با تجربه، با دیدگاهی که خیلی خوب میشناسه، شناخت داره به تیم آرژانتین، حتما پیشبینی‌های لازم رو برای تهاجم تیم آرژانتین که امروز هم برای تهاجم فقط میاد، چنانچه تو مصاحبه‌های قبل از اون دیدیم که مسی گفته که ما 4-3-3 بازی میکنیم، گوشه‌ها رو تقویت میکنیم و همش به تهاجم رو میاریم، و اینا هم قصدشون هستش که در دقایق اول بازی روحیه ایران رو ناامید کنن، روحیه‌شو کم بکنن، و این میگم که اگر ما در 15 دقیقه اول بتونیم دووم بیاریم و بتونیم ادامه بدیم، و فکر میکنم که بچه هام انشالله با از یه روحیه خوبی پا به زمین میذارن و از همون دقایق اول میتونن با شرع وظایفی که دارن بتونن جلوگیری بکنن از این تهاجم. بسیار خوب، رسیدیم به ساعت 4 عصر به وقت لندن، 7:30 به وقت تهران. شماری از بینندگان شنوندگان تلویزیون فارسی، رادیو فارسی بی بی سی هم به ما پیوستن، به اونا خوش آمد میگم. اگه خواستید در بحث امروز ما که در مورد مسابقه آرژانتین و ایران هست شرکت کنید، میتونید به ما ایمیل بزنید shoma@bbc.co.uk، شما را بدید، همکاران من در طول برنامه با شما تماس میگیرن. خب بریم، فکر میکنم که با مهران در باکو خداحافظی بکنیم. کیومرس در فردیس کرج هست. خب کیومرس، شما انتظار چه نتیجه‌ای داری از بازی امشب ایران آرژانتین؟ والا من اولا سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه‌تون آقای رضوی. والا انتظارمون همین که به قول معروف یه مساوی هم که بگیریم خیلیه. ما تیمی نیستیم، ایران تیمی نیست که بتونه دوام بیاره جلوی ستاره های آرژانتین، و نمیدونم متاسفانه همون تساوی هم که بگیریم کافیه برامون، چون ابزارش نداریم واقعا.
برات مهمه که ایران امشب در مقابل آرژانتین خوب ظاهر بشه، به قول تو مساوی کنه، یا اینکه میشینی پای تلویزیون که فوتبال قشنگ ببینی؟ فرق نمیکنه که مثلا ایران چه نتیجه بگیره. بله دیگه، ما از به قول معروف از بازیکن‌های تیم ملی همین انتظار رو داریم که یه بازی خوب عین بازی با نیجریه همون کافیه. حالا اگر که با تفاضل گل کم یک گل یا دو گل انداختیم زیاد مهم نیست. بسیار خوب، با مسعود در اصفهان خداحافظی بکنیم. لیلا در هلند به بحث ما اضافه میشه. ببینیم لیلا امشب قراره بازی رو از کجا دنبال کنه؟ لیلا در از خونه بازی رو دنبال میکنی؟ قراره مثل نوشین در اول برنامه باهاش صحبت کردیم، قراره به یک محل عمومی و دوستان نگاه کنی بازی رو؟ لیلا، خب لیلا صدای منو میشنوی؟ یک صدای خشخشی اومد. خب اجازه بدید با کیومرث در پردیس خداحافظی بکنیم تا خط لیلا درست میشه. مجید در دانمارک، مجید شما بازی رو از کجا دنبال میکنی؟ با سلام ستار جان، درود در شما. من واقعیتش قبل دیگه قرار برم بار، یکی از بارهای محلمونه و اونجا فوتبال رو پیگیری. به تنهایی میری یا که قرار گذاشتین با چند تا از دوستان؟ نه خیر، با چند تا از دوستان قرار گذاشتین تو همون بار من شهرمونه. بله. خب انتظار داری امشب چه نوع بازی رو شاهد باشی؟ انتظار داری چه نتیجه ایران بگیره؟ البته من خب امیدوارم که بچه های ایران بتونن کار انجام بدن، ولی اگه بخوایم منطق فکر کنیم خیلی سخته، یه شب واقعا سختی رو دارن بچه ها پیش رو. فقط امیدواریم که یه فوتبال بابرو یا فوتبال تاکتیکی باشه که اونم آقای کیروش حتما این برنامه داره تو لیستشون، تو برنامه شون. شرط بستی احتمالاً با دوستات که فکر کنی ایران مثلا با چه نتیجه این بازی رو ترک میکنه امشب؟ البته خب اگه شما در جریان باشین، یه بازی هایی هست به نام آتس کل اروپا. خب بعد یکی از دوستانم همین کار کرده، رفته شرط به ایران زده و خیلی هم امیدواره به این به چیزش. ولی من خودم شخصاً فکر نکنم که ایران امیدی داشته باشیم برای پیروزی روی آرژانتین. بسیار خوب، با لیلا در هلند فکر کنم صدای منو لیلا صدای منو میشنوی؟ الان خطت خوب شده. سلام، شما فوتبال رو امشب کجا نگاه میکنی لیلا؟ ما فوتبال امشب ما تو کمپ هلند هستیم، تو کمپ الکسان. خب احتمالاً با تعدادی از ایرانی های مقیم شهری که هستی جمع شدید و قرار فوتبال رو نگاه کنید، انتظار دارید چه نتیجه داشته باشه؟ ما انتظار مساوی داریم حداقل. اینکه ایران مساوی کنه. خب ایران در مقابل نیجریه هم که به مراتب سطح فوتبالش از آرژانتین پایین تر بود مساوی کرد. فکر میکنید تفاوتی داشته باشه آرژانتین و نیجریه؟ چرا؟ اگه بچه ها خوب بازی کنن، جلوی آرژانتین ما مساوی بگیریم، مساوی با برده. برابر این با مساوی که در مقابل نیجریه داشت، برازاد در مقابل نتیجه مساوی که از نیجریه گرفت چه فکر میکنی؟ اگر مساوی در مقابل آرژانتین برات به نظرت برده؟ خب نیجریه ستاره هایی نداشت، ولی آرژانتین اون ستاره ها رو داره، برای همین من فکر میکنم برده. بسیار خب، اگر مساوی بکنه برات برده. ممنون مجید دانمارک و لیلا در هلند. بریم نظر چند نفر دیگر از طرفداران دو تیم ایران و آرژانتین رو که در برزیل حضور دارن بپرسیم. همکاران ما نظرشون رو پرسیدن. من داریوشم، نتیجه بازی فردا 1-1 میشه. من مخلص شما چاوشم، سوئیس درس بخونم، دبی زندگی میکنم، بعد ایشالله که مساوی میکنیم و میریم واسه بازی بوسنی که ببریم بریم مرحله بعد. سلام، من سعیدم، ساکن انگلیسم، بچه یه هستم، اومدم اینجا به عشق تیم ملی. انشالله فردا بتونیم یکی چه آرژانتین رو ببرم. اسمم فاکوناس، از آرژانتین اومدم. آرژانتین 2 ایران 0. دو تا گل مسی میزنه. چو گل مسی. حسین هستم، از بوشهر اومدم برای دیدن بازی های تیم ملی. حالا برای نتیجه بازی فردا، نتیجه رو که اصلا نمیشه پیش بینی کرد، فقط
امیدواریم که خدا کمکمون کنه، بچه هم همت کنن، یه نتیجه بگیریم در خورشن که دل مردم شاد بشه، وگرنه نتیجه رو که اصلا نمیشه پیش بینی کردش. خب جواد در شیراز، اگر اسمش ظاهر بشه بر روی دیوار، و همچنین حسین در آمریکا. جواد اگر بازی قبلی تیم ایران رو دیدید، بله سلام، اگر بازی قبلی ایران رو دیدی و در مورد ترکیبش فکر می‌کنی همون ترکیب امشب در مقابل آرژانتین هم جواب میده یا انتظار داری تغییرات ایجاد بشه؟ سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. من مطمئنم که همون ترکیب، شاید حتی ترکیب دفاعی‌تر، مثلا آقای دژاگر رو شاید آقای کیروش بکشه بیرون و جای آقای دژاگر مثلا هاشم بیگزاده بذاره. ببینید یه عده اینجا واقعا نمیدونم مخالف آقای کیروشن، میخوان اینو بیرون کنن از ایران، که مربی که واقعا نتیجه گرفته، کی باورش میشد که ما بریم جام جهانی؟ الان که رفتیم جام جهانی هم همون توقع مردم دارن میبرن بالا، ما نه توقعمون ببریم بالا، ما 100% از آرژانتین میبازیم، فقط شاید با گله پایین‌تر. ما اگه زیر 3-0 نتونیم از آرژانتین ببازیم، خیلی نتیجه فوق‌العاده. همین هم که جلوی نیجریه تونستیم 0-0 مسابقه کنیم، نتیجه کاملا فوق‌العاده‌ایه. من خودم به شخصه دست آقای کیروش رو بوس میکنم و واقعا ما ببینیم چی کاشیم که چی درو کنیم. اون موقعی که لیگ‌های خارجی داشتن جهانگرایی میکردن، مربی‌های حرفه‌ای میوردن داخل لیگشون، ما چی کار کردیم؟ ما یک مش مربی پیر داشتیم که پیرگرایی هم کردن. همین استقلال رو شما نگاه کنیم ببینیم چی کرد، اصلا چه جوانی تو لیگ پارسال ما، لیگ همین آخری اومد پدید شد. بسیار خوب، که یه بازی خوب بازی میکرد، یه بازی خوب بازی نمیکرد. حسین، جواد به باخت 3-0 هم راضیه، شما چطور؟ من خیلی متاسفم برای کسایی که اینقدر روی منفی دارن نسبت به تیم ملی کشورمون. من آدم واقع‌گرایی هستم، قبول دارم خب فوتبال ما از فوتبال آرژانتین سطحش پایین تره، ولی من چند تا چیز رو بررسی کردم. اول اینکه من فکر می‌کنم بازی ما با نیجریه خیلی سخت‌تر از بازی ما با آرژانتینه، به این خاطر که اولین بازی بچه‌ها بود، زیر فشار روانی خیلی زیادی بودن، همینطور جو استادیوم، ولی کم کم دیدیم که بهتر شدن. این یه موضوع. و دوم اینکه بزرگترین مشکل ایران مشکل بدنی بود که کم آورده بود واقعا یه مقدار در برابر نیجریه، و یه تنه بهشون می‌ذارن خب می‌خوردن زمین، یه مقدار علاوه بدنی کم داشتن. ولی من فکر می‌کنم این بازی برای ایران اتفاقا یک مقدار بازی فکر می‌کنم راحت‌تری باشه، چون بچه‌ها یه مقدار به جو بیشتر عادت کردن و علاوه بدنی لااقل با آرژانتین میتونن، حالا نمیگم 100% برابرن، ولی خب آنچنان کم نمیاره. و من خیلی اتفاقا امید دارم، و وقتی مسی میگه این بازی بزرگیه، پس اونا هم خیلی استرس دارن که باید این بازی رو ببرن و این بازی برای اونا مهمه، و من خیلی مثبت میبینم. من 40% احتمال تساوی میدم به ایران برای این بازی، 40% برد آرژانتین و 20% برد ایران رو من قائل هستم. و آرژانتین فقط من فکر کنم مسی رو داره. تو بازی قبلا دیدیم اگر مسی نبود حتی شاید نمیتونستن بازی رو ببرن. بسیار خب، برای تفاوتش اینه که امشب هم مسی هست. آقای رضوی، از ترکیب تیم ایران صحبت شد و مسی، فکر میکنید امشب آقای کیروش چطور برخورد خواهد کرد؟ به طور مشخص در مورد حراسی که از مسی وجود داره، چطور میتونن میخوان کنترلش کنن؟ ببینید، قطعا ما با هر اندازه‌ای که هستیم یه نقطه‌های قوتی داریم، و کیروش هم با توجه به این نقطه‌های قوت و نقطه‌های قوت تیم حریف تیمش رو ارنج خواهد کرد. ما در بازی با نیجریه همونجوری که دوستمون اشاره کردن، ما مشکل درگیری داشتیم به خاطر اینکه بازی تیم نیجریه بازی فیزیکی بود، و اینجا تفاوتی که فوتبال نیجریه با فوتبال آرژانتین داره که این یه فوتبال تکنیکی و حرفه‌ای و سریع‌تری رو با ما داره، و ما باید با شرط احتیاط بیشتر، با نگرش بیشتر در مورد حرکات تیمی آرژانتین که قطعا مربی در موردش صحبت کرده، خودمون رو آماده این چیز بکنیم. و اگر در حوصله شما باشه، من یک نمایی از حرکت تهاجمی تیم آرژانتین میتونم براتون بگم. نقطه قوت تیم آرژانتین در جناح چپشه، که اگر این نشون داده بشه،
بله ببینید. من ادامه بدید آقای رضوی. بله. بله ببینید الان در این بازی اونا به تهاجم فکر میکنن، همونجوری که مسی در مصاحبهش گفته بود ما با حمله میخوایم چیز باشیم، به اصطلاح تهاجم شرط اولشونه، به خصوص از کنارهای زمین میخوان ما رو آسیب پذیر کنن. ما اگه فکر کنیم که این آبیهای آسمونی آرژانتین هستن، آقای رضوی یک مقدار اگه بالاتر بیاریم تصویر بهتر بل. معلوم بشه. بل. بسیار عالی. بله بله همونجا نگه دارید. بله ادامه بدید. بله این اگه حالا خوبه، خب به سمت خودتون اگه باشه. بله 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 ادامه بدید. بله این آبیها تیم آرژانتین هستن، این سبزها تیم ما هستیم. ما نقطه قوتش رو در این سمت گذاشتم که اگه 4-3-3 بازی کنن و مسی در کناره زمین باشه با تایمینگ و زمانبندی مناسب، اینا سعی میکنن که حفره پشت دفاع راست ما ایجاد کنن و این حفره اگر پوشیده بشه، ببینید وقتی که صاحب توپ میشه جناح چپ، مسی حرکتی رو که میکنه میره بین دفاعهای ما و خط میونی ما قرار میگیره با حمایت هافبک وسط و اینجا هستش که ما باید فکر کنیم که آسیب پذیر میشه و این سانترا و حرکت هایی که از این کناره ها داشته باشن میتونه دفاع ما رو از کار بندازه و ما اگر بتونیم در این تمرکز دفاعی این نقطه ها رو بهش توجه بکنیم، من فکر میکنم که این زمین فوتبال یه دونه توپ هست که تقسیم میشه بین دوتا تیم و این تو این نقطه ها آدمایی هستن که توش بازی میکنن، بازیکنان که بنابراین من فکر میکنم که شانس دفاع کردن در مقابل آرژانتین با توجه به این نقطه هایی رو که میتونیم توجه بهش بکنیم زیاده. اما در مورد اینکه ما خب چقدر میتونیم دفاع بکنیم، این خودش یه مسئله است، این یک مسئله روحی و روانی هستش که من امیدوارم که توی حرکاتی که ضد حمله هستش، چون به خصوص ما قوچان نژاد رو تنها داریم در اون نوک به عنوان نفر مهاجم سریع ما میتونه در ضد حمله جواب بده، ما فکر میکنم که قطعا کیروش هم رو به این فکر کرده. من این پست‌های دیگر رو ننوشتم به خاطر اینکه نمیخواستم در ارنجی پیشبینی داشته باشم، ولی قطعا کیروش با تفکر دفاعی تر این بازی رو سعی میکنه که از چیزش در بیاد، از پسش بر بیاد و امیدوارم که اینجور باشه و ما بتونیم در مقابل آرژانتین بازی خوبی رو انجام بدیم و بتونیم ازشون امتیازی کسب کنیم. متشکرم آقای عباس رضوی. ببینیم سلام دیگه چه مطالبی آماده کرده. سلام کاوه مشکات که همکارمون که در برزیل هستش چند تا عکس توییت کرده، یکی خانواده عکسی از یک خانواده برزیلی که امروز تیم ملی ایران رو تو بازی مقابل آرژانتین در استادیوم تشویق خواهند کرد و پیش بینیشون هم اینه که ایران میبره. یه عکس دیگه هم کاوه برای توییت کرده، گفته مجید و کاوه از استرالیا به برزیل اومدن و امیدوارن تیم ملی نتیجه آبرومندی در بازی امروز کسب کنه. یک عکسی هم مهرداد از ژاپن برای ما ایمیل کرده، میبینین که سرش رو رنگ کرده، یه برش پرچم ایرانه و یه برم نقشه ایرانه. خیلی همه شور و شوق دارن. از توییت هایی که به بی بی سی پرژن اسپورت توییت کردید، محمد گفته فکر میکنم 3-0 میبازیم، کیونو گفته که اگه مساوی شدن بچه ها برگردن ایران دیگه مساوی با آرژانتین یعنی قهرمانی. علی رضا توییت کرده تا حالا تیمای بزرگی مثل اسپانیا و انگلیس حذف شدن، پس اگه تیم بزرگ دیگه ای مثل ایران هم حذف بشه کاملا چیز عادی هستش. و کاربر دیگه توییت کرده اگه دقت کرده باشین تیم نیجریه به خاطر سرعت بالایی که داشت تیم ما رو تهدید کرد، اما مسی فقط سرعتش بالاست، فقط مسی سرعتش بالاست. اما از جمله توییت های دیگه که به ما شده، سروین به ما توییت کرده که دیروز زنانی که حقشون برای ورود به استادیوم رو میخواستن گرفتن، به کنایه گفته ما با ناراحتی بازی امروز رو میبینیم. اشاره که سروین میکنه به بازی دیروز والیبال ایران و ایتالیا هستش که طرفداران تیم ایران زنان خواسته بودن که برن استادیوم آزادی و این بازی رو ببینن. چند باره که میخوان برن و به استادیوم برای دیدن بازی والیبال مردان، هم زنان رو راه نمیدن. دیروز با این زنها با خشونت برخورد کرده بودن، پلیس رفتار امنیتی داشته،
کتکشون زدن، از جمله خبرنگار روزنامه شرق فاطمه جمالپور رو که خودش در فیسبوکش توضیح داده که سیلی خورده. تعدادی هم از مردان اونجا بودن که حمایت کنن ازشون و عکس، اگه این عکسی هم ازشون میبینید که هستش و یک کاغذهای دستشون گرفتن که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها باید برداشته شود و یکیشون هم گفته که اگر که زنها اجازه ندارن به ورزشگاه برن، ما مردها هم نمیریم. بعد یک صفحه‌ای هم در فیسبوک درست شده، کمپین نه به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، که خبرها و عکس‌هایی در این رابطه رو گذاشته، میتونید پیگیری کنید. خلاصه که کام بعضی زنها تلخه فعلا، که چرا نمیشه، ایران داره والیبالش میبره ولی نمیذارن زنها برن استادیوم و این بازی رو ببینن. برمیگردیم پیش ستار، تلفن‌های شما. بسیار خوب، ما برگردیم پیش تلفن ها با جواد در شیراز که صحبت کردیم باهاش و حسین در آمریکا، خداحافظی میکنیم. دو بیننده دیگه، فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی در هرات افغانستان و همچنین علیرضا در نیوکاسل انگلستان. افغانستان انگلستان، فیروز، فوتبال ایران در افغانستان هم خیلی پرطرفدار هست، بازی امشب رو چطور میبینی تو به عنوان یک خبرنگار ورزشی؟ خدمت شما و تمام فارسی زبان دنیا سلام. اول میخوام آرژانتین ایران یه مقایسه بکنم. نظر شخصی خودم اینه که اگر آرژانتین و ایران امشب در یک مسابقه دوستانه در مقابل هم قرار میگرفتن، من شاید کفه ترازو رو به سمت آرژانتین پیش بینی میکردم، اما نه، جام جهانی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. من خودم شخصا با توجه به نتایجی که رقم خورده در طول این چند بازی گذشته و حساس بودن خود جام جهانی و البته اهمیت این جام برای تمامی کشورها، من نمیتونم مثلا حالا آرژانتین با تمام مهره‌ای که داره در مقابل ایران برتر بود. به دلیل اینکه آرژانتین در رده ملی تیم خوبی نبود. حداقل در ادوال گذشته دیدیم که آرژانتین در رده ملی مخصوصا در جام جهانی حتی در مقابل تیم‌های بزرگ و ضعیف چیز خاصی برای گفتن نداشته. از دیدگاه من ایران امشب خیلی شدید تدافعی بازی خواهد کرد و به ترکیبی هم که کارلوس کیروش از ایران به خودش برده، می‌بینید با 8 تا دفاع رفته آقای کیروش و با کاملا با تفکرات تدافعی رفته به جام جهانی. پس توی عمل میکنم جام دیسپوم، جام برزیل به نوعی جام شگفتی هاست، جامیه که تیم ها آمدن شگفتی میآفرینن. دیشب کاسترکا من خودم شخصا فکر نمیکردم ایتالیا رو حداقل ببره، تو بهتر که گل بزنه و نتیجه به نفع خودش تمام بکنه. درست آرژانتین تیم بزرگی است، تیم مسی، تیم دیماریا، اما به نظر من ایران هم دست کمی از اون نداره، تیم برتر آسیاست و این فکت خیلی مهمه، چون آرژانتین در رده ملی ضعیف هست و همیشه نشان داده که مثل تیمای دیگه مثل انگلستان و ایران نتونستن در ردای ملی ضعیف قدیر باشن. من فکر میکنم امشب به اون صورتی که همیشه معمولا میگن حالا آرژانتین 4 تا 3 تا 6 تا به ایران میزنه، خیر، من چنین نظری ندارم. از توی همچنین این جام شگفتی هاست، من احساس میکنم امشب با سبب نتیجه عجیب و غریب رقم میخوره. تصاویر زنده ای که همکنون بیننده ها میبینند، تصاویر زنده از برزیل هست، طرفداران تیم ایران رو پیشتر دیدید، بالا هم آرژانتین. فیروز، از افغانستان صحبت کردیم، از اینکه مردم فوتبال ایران رو دنبال میکنن، بین دوستات که صحبت میکنی چه فکر میکنن در بازی، در مورد بازی امشب، با هیجان دنبال میکنن یا نه؟ شهر هرات، شهری که من در اون زندگی میکنم، چون گرایش و وجوهات زیادی با ایران داره، خیلی از مردمان این شهر در ایران به نحوی ماجر بودن، فاطمه هستن فوتبال ایران. من فکر میکنم 70% از جمعیت جوانان هرات فوتبالی ها ایران دوست دارن جام جهانی رو با پیروزی پشت سر بذاره. 30% به من 30% دیگر این جوانهای سیاسی هست که دوست دارن ایران ببره. من دیروز رفته بودم استادیوم با مردم مصاحبه میکردم در مورد جام جهانی و در مورد ایران پرسیدم، 80% که من توصیدن دوست داشتن ایران ببره و موجود اینکه خوشبین نبودن. متشکرم، بسیار خوب. با علیرضا در نیوکاسل صحبت کنیم. علیرضا، شما امشب بازی رو کجا دنبال میکنی؟ خونه یا بیرون؟ با عرض سلام خدمت همه عزیزان و استاد رضوی، عرض کنم حضورتون که من خونه با پسرم بازی رو نگاه میکنم. خب فکر میکنیم امشب نتیجه چه خواهد شد؟ به چه نتیجه راضی؟ اگه بازی ایران بتونه یه امتیاز بگیره که برای من موافق تصوره، من فکر میکنم که با توجه به، یعنی اگر مساوی بکنه در مقابل آرژانتین. آرژانتین، بله. عرض کنم حضورتون که خب میدونی آرژانتین میدونه که بازی با ایران به مراتب راحت‌تر از نیجریه است، بنابراین بیاد امروز کارو تموم کنه و بازی با نیجریه فقط به مهره‌ای اصلیش استراحت بده و با یه مساوی به عنوان تیم اول بره بالا. ولی در اون طرف میدون ما هستیم که واقعا با توجه به اینکه مربی بسیار بسیار بزرگی داریم، ولی ما خوب تدارک ندیدیم. این واقعیت، حریفای ما فقط تیمرا توباگو و آنگولا بودن و این برای حضور تو جام جهانی اصلا کافی به نظر نمی رسه.
من فکر میکنم که بازی ما با نیجریه و آرژانتین فقط میتونه تدارکاتی باشه، برای اینکه ما بازی با بوسنی رو یه بازی خوب انجام بدیم و همینطور جو استادیوم هم که کاملا مناسب آرژانتین. سپاسگزارم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که هست برگردیم دوباره با آقای عباس رضوی. آقای رضوی، اشاره شد به بازی آرژانتین و اینکه بازی ایران در مقابل نیجریه. فکر میکنید برای آرژانتین بازی در مقابل در ایران آسان‌تر و ساده‌تر خواهد بود یا در مقابل نیجریه اگه قرار باشه در آینده باش مقابله بش در مقابلش قرار بگیره که قرار خواهد گرفت؟ ببینید، اصلا اولین بازی آرژانتین رو که ما دیدیم، تیم آرژانتین اون بزرگ گذشته نبود و اون شرایطی رو که ما انتظار داریم. من خودم فکر میکنم که آرژانتین با آرژانتین گذشته خیلی تفاوت داره، ضمن اینکه از نظر کار گروهی هم اونجوری نبود و یک مجموعه ستاره هایی هستن که امروز مقابل تیم ایران قرار میگیرن که این ستاره ها میتونن از تجربه خودشون در پیروزی تیمش به اصطلاح استفاده کنن و ما خیلی راحت تر میتونیم با تیمی که کار جمعی نداره، تفکر جمعی نداره و با هم نیستن بهتر بازی کنه و اصولا دفاع کردن خیلی راحت تر از تهاجمه و من فکر میکنم که ایران اگر هوشیارانه بازی کنه و بتونه راه نفوذ این ستاره ها رو در لابلای خط دفاعی ما، به خصوص تو منطقه 18 قدم ما باید مواظب باشیم، چون اینا همه با تجربه هن، میان شروع میکنن در اونجا پاسگیری میکنن، در اونجا دریب میکنن و احتمالاً اگه خطا روشون بشه میتونه منجر به پنالتی بشه. بنابراین یکی از کارهایی که اینا الان دوست دارن که بکنن این که پشت خط دفاعی ما در منطقه جریمه صاحب توپ بشن و حالا اگه تونستن گل بزنن، نزدن، ولی به هر حال اونجا بتونن چیز کنن و قطعا هم اینو تیم ایران میدونه و روش حساب باز کرده که این مشکل ایجاد نشه. ولی آرزو میکنم که بچه‌ها بتونن توی روحیه خوبی با بازی خوب خودشون بتونن نتیجه از مقابله در مقابله بگیرن. متشکرم. عباس رضوی از مربیان سابق تیم ملی ایران که همینجا در استودیو یکی از استودیوهای ما بودن، فیروز مشروف خبرنگار ورزشی در هرات و علیرضا از هواداران تیم فوتبال ایران در نیوکاسل. بریم پیام‌هایی که دریافت کرده. پس خب یه بحثی که وجود داره الان در توییتر، یک اکانت بی بی سی داره تازه به اسم وایا بی بی سی، یک تجربه هستش وی آی ای بی بی سی که میخواد گفتگوهای چند زبانه بین کسایی که توییت میکنن در سراسر دنیا داشته باشه. الان یک بحثی رو گذاشته بین طرفدارای ایران و آرژانتین. شما اگر دسترسی به توییتر دارید کافیه به فارسی نظرتون راجع به بازی امروز توییت کنید، خطاب به این اکانت وایا بی بی سی ات وایا بی بی سی، یا خطاب به توییتر بی بی سی ورزشی ات بی بی سی پرژن اسپورت. ما توییت های شما رو ترجمه میکنیم به انگلیسی و اسپانیایی. اون وقت طرفدارای آرژانتین هم تو اکانت بی بی سی اسپانیایی این توییت ها رو میبینن و با همدیگه وارد گفتگو میتونیم بشین. یکم از کرکری های طرفداران آرژانتین براتون بخونم. از شیلی آلاندروید گفته منتظر بازی پرگل آرژانتینیم، ایران از اون تیماییه که برای راه رفتن اومده جام جهانی. میتونید شما برید خطاب بی بی سی پرژن اسپورت پاسخ بدید اگه پاسخی دارید به این کاربر. از شیلی نلسون طرفدار از آرژانتین گفته آرژانتین و ایران تنها یه بار سال 97 با هم بازی کردن و نتیجه بازی 1-1 مساوی بوده. توماس گفته ایرانیا باید امروز حداقل 6 گل بخورن و یه کاربر دیگه هم گفته که براو آرژانتین. خوشاگه شما پاسخی دارید میتونید برید اونجا به @ bbc persian sport نظرتون رو به فارسی توییت کنید. برگردیم پیش ستار. خب خیلی کوتاه فرصتی هست که بریم سراغ علی همدانی. همکار ما رفته به جمع تعدادی از ایرانی های مقیم لندن، اونجا یک جا جمع شدن که فوتبال رو دنبال کنن. علی از حال هوای اونجا به ما بگو. بابا جان اینجا یه استادیومه، چطور میتونی بهش بگی جمعی از ایرانی های مقیم لندن؟ بسیار زیادن تعداد آدمایی که اینجا در شمال لندن در منطقه جمع شدن تا تماشا کنن. خیلی سریع بذارین پیش بینی رو بپرسم، آدمای خوشبین اینجا زیاد هستن. بچه بیان نتیجه بازی رو سریع پیش بینی کن. من فکر میکنم که مساوی میکنن، چون که شما خوشحال میشین مساوی کنن. خوشحال میشم چون که دفاع خیلی خوبی داریم. خیلی خوب، شما
خیلی دوست دارم ببریم، ولی اگر هم نبردیم همه تلاششون رو بچه‌ها بکنن راضی مداشون. خیلی خوب، در بخش‌های بعدی هم البته من با شما صحبت خواهم کرد. اینجا پر از جوانایی هستن که با پرچم‌های جور با جور، پرچم جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید نشان ایران و حتی پرچم آرژانتین اینجا اومدن تا دو طرف رو تشویق بکنن یا حتی تنبیه. ببینیم چه اتفاق میفته. دیرتر باز از اینجا برای شما گزارش خواهم داد. متشکرم. علی رو در بخش‌های خبری باز هم خواهیم داشت. از میان ایرانیان مقیم لندن باز هم فکر کنم پیام‌های دریافت کرده سنم. کلکله آرژانتینیا رو گفتم. علی برای ما توییت کرده ایران اگه تو 15 دقیقه اول گل نخوره بازی رو میبره. وحید گفته آرژانتین استرسش بیشتر از ایران چون با یه تیم ناشناخته روبروئه. کاربران افغان ما در بی بی سی فارسی فیسبوک بی بی سی فارسی آرزوی و امید موفقیت دارن میکنن برای تیم ملی ایران، طرفدارش هستن. و یه کاربری هم شعر گفته توی به خطاب توییتر بی بی سی فارسی، گفته کلک حافظ شکرین میوه نباتی است به چین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این. امشب حتما بازی رو میبریم. ازتون خدافظی میکنم. خب از الان بشمورین 34 دقیقه دیگه ایران و آرژانتین در برابر هم سفارایی میکنن. ما هم با شما بازی رو تماشا میکنیم از اینجا. اگر نتیجه فوق‌العاده و بحث برانگیزی بود، فردا باز هم در مورد همین موضوع با هم بحث خواهیم کرد. پوشش خبری زنده این بازی رو هم در سایت فارسی بی بی سی پیگیری کنید و اگر هم خواستین توییت بکنید هشتگ بی بی سی ورلد کاپ یادتون نره. در هر صورت به هر اتفاقی بیفته باز هم فردا نوبت شماست. تا فردا از طرف من و سلام و دیگران عزت زیاد.